زنان نتیجتا این فضا نیم خوشبختانه توی این عرصه داره گام برمیده. بح بح. آقای محجوبی، من یکی رو میخوام نشون بدم، شما میتونی بگی ایشون کیه؟ این عزیز ما اصلا استاد برگیز کرانسری، استاد ما در سابنامان نقاشی معاصر ایران. خب حالا با هم را برید با آقای کلانتری. ایشون میگن با شما همکلاس بودن، راست میگن؟ آره ببین، نه تنها همکلاس بوده، پیوند خانوادگی داشتیم، مرتب همدیگه رو میدیدیم. ببین اون سالی که شما دانشکده با هم بودین، هیچ وقت فکر میکردیم که در نظر هنری تو ایران به این حد برسیم؟ یعنی چی فکر میکردیم؟ چون اون موقع آدم هایی مثل شما نبود. خیلی سوال جالبی کردی، تو معمار بودی درسته؟ تمام دخترای دانشکده نقاشی که با ما رفیق بودن هدفشون این بود که زن معمارا بشن، درسته. چون ما آه در بساط نداشت، درسته درسته. و همون رفیقایی که رفتن زن معمارا شدن بعدن با حسرت به زندگی ما نگاه میکنم. من واقعا نمونه شدم. فیلم نمیگیرم. حالتون چطوره؟ خوبه خوبه. امروز کجا اومدین شما؟ من اینجا کارگاه هنرکده عشق. به به به. هنرکده عشق. چه قراری بودی؟ از پرنده‌ها رو نگاه کن. من متأسفم. کار خود شو نگاه کن. چه قراری خیلی قشنگه. مرغای عشق هم باشه. اینجا نقش مهر دیگه. نقش مهر همه که. آره؟ خب آقای محجوبی، پس شما اون قدیما دخترها خیلی میل نداشتن زن شما، بعدن افسوس میخورن؟ متاسفم. ما آه در نداشتیم که با ناله سودا کنیم، ولی اونا فکر میکردن آینده شون رو باید گره بزنن با آرشیتکتا، و بسیاریشون هم همین کارو کردن. حالا اسم نبرم دونه دونه. نه همه رو بشناسن. آره خودم هم گرفتار شدم. خب ببین، مثلا اون موقع شور و حالی که شما تو آتلیه داشتین چی جوری بود؟ مثلا علاقه به نقاشی داشتین چی فکر میکردین؟ چون ببین واقعا بازار هنر به این صورت با فکرهای جدید گرم نبود. نه ببین، ما انتخابمون رو کرده بودیم. یعنی میدونستیم که زندگی نقاش چگونه است. خب و انتخابمون رو کرده بودیم و بعضی از ماها دانشکده رو جدی گرفتن. محجوبی، من و گلزاری و شیبانی مرتب دانشکده کار میکرد. بیرون از پروژه‌های دانشکده و جازه ما ها اونجا کار میکردیم. یعنی کاملا هنر رو باور داشتیم. نه نه اصلا بسیاری از همشاگردی ما اصلا بعدم معلوم نشد کجا رفتن. اصلا برای لیسانس شدن میومدن، یعنی آره برای نقاشی نبودن. آره لیسانس بگیرن روشون زیاد بشه. آره ولی فرویز من دیدیم معدودی مثل ممیز، دیدیم بچه هایی که موندن توی این عرصه کار میکرد. نقاشی برامون یک امر جدی بود. منطقه یه چیز مهم دیگه این که پرویز جان کار گرافیک میکرد. یادمه که بایشون با بهرامی، آتلیه بهرامی، محمد بهرامی، منم بعد رفتم طرف معماری. به من که زندگی که پرویز جان میگه با نروازی که امکان داده سازی که میفوکیم چیز نمیده، چیز یه شغل دیگه هم داشتیم. پرویز جان قسمت گرافیک و بعد انجمن چیز کودکان بود، کلی آثار ارزشمند اونجا گذاشت. منم رفته بودم تو خط راهسازی و شهرسازی. الان ماها دیگه مسئله نون نداریم. نداریم میدی؟ مثلا خب برادر من ایده هست، آرشیتکت خیلی معتبری، ولی فکر میکنم که وضع اقتصادی رو نمیدونم، شاید مال من بهترم باشه. نقاشی رو با روز اول شروع کردیم با شما. جدی میگی؟ و سرخ هم پوشیده بود. زیر پیرهنی سرخ. قربان شما. خدا حافظ عزیزم. اینی که شما میگین من عمیقا آقا هم و شامل حال خود من هم میشه. ولی ببین الان پلوی ایران. نه آخه تو نمیشه گفت که عطا امیدوار آرشیتکت. حتی امیدوار همون موقع که آرشیتکت بود با عکساش درخشید. حتی امیدوار امروز داره نقاشی میکنه. حتی امیدوار یک آدم حرفه‌ای در قلمرو موسیقیه. بنابراین تو چمگانه ای. خب درست داره. یه جورایی اصلا متعلق به این قبیله ای. الان تو این نمایشگاه چند آرشیتکت میبینی که بیان دنبال کنم؟ نه. یه این عرصه موزیک هست. بله. عرصه عکاسی هست. معماری هست.
شخصیتی آرتیست آرتیست بعد تو زمینای هنری دیگه نمیدونم چه جوری میشه بعضیا میدرخشن بعضیا نمیدرخشن خب میشه بگیم جهانیه ببین این همه نقاش توی همزمان با پیکاسو توی پاریس میاد همه ارسا همینجوری فقط چند تا از اینا اومدن همه ارسا همینجوری عرصه جهان تاریخ و عوضش کردن چیز کردن تغییرش تاثیر گذار بودن اون بقیه نه اصلا حالا چرا اینو میگیم مثلا ون گوگ در زمان حیاتش یک دونه کارم کسی ازش نخرید اصلا مودریانی رو بگو با کی بدبختی بود اصلا ون گوگ در زمان حیاتش نقاشای بودن که پرفروش بودن آدمای معتبری بودن ولی امروز من و تو اسمشون هم نمیدونیم تو ایرانی ها یا کسی رو یاد دارین که در گمنامی مرد و بعدن مشهور شد عرصه نقاشی؟ آره اصلا این عرصه اصلا پولی داره میمود که آدم نه و بعدن ببینین کاراش مثلا خوب بوده مگر از این قهوه خونه ها شما بگیم بقیه نقاش همون کیا بوده مثلا همه خب مثلا فرض کنین که قهوه خونه ها الان قدرتی که کارهای سهراب پیدا کرده در اون گذشته اون عبوعت نداشت جداشت من یادم نیست اتفاقا این بحث تو خونه هم بود ولی من یادمه که سهراب در یه مقطعی نقاش پرفروشی بود یعنی درختاشو میخریدن اصلا در یه مقطعی قبلش نه قبلش هم هیچ خبری نه بعد افرادی که اصولاً کلکسیونر بودن و کمک کردن به این خرید نقاشی چند تا یادتون رو بگیم مهمترینشون به اصطلاح بنیاد لاجوردی بود که بنیاد لاجوردی اولین شاید اولین مجموعه داری بود که خیلی حرفه‌ای شروع کرد فریدون آب مشاورشون بود خیلی حرفه‌ای کار انتخاب میکردن ولی ما توی مملکتی زندگی میکنیم که معلوم نیست اصلا اون مجموعه لاجوردی کجاست هر کدام که بعد این مسئله خود دولت هم معمولا از نقاشه کار میگرفت هدیه میداد به مهمونای خارجی مثلا من یادم پومپیدو اومده بود برای من یک کار دولت بهش شهردار مسکو اومده بود داده بود از نقاشه دیگه هم میگرفت اینجور حمایت این شکلی بود فکر نمی کنیم با ساخته شدن موزه هنرهای معاصر و مسئولیتی که همسر شاد داشت تو این کار خیلی کمک کرد بله قطعا من جز اونه کسی هم که اینو بشه من تو جریان نزدیکش بودم زمینش رو با مرحوم فروغی به کامران دیبا من تو مسئول دفتر فنی پارکا بودم همین زمین موزه معاصر رو تحویل شد 7000 متر زمین بود تحویلش دادیم ولی دیدم شاهد بود بعد بزرگ تو از کنم کامران خیلی به این پروژه زحمت کشید برای این نورگیراش از معماری کبیره تو خیلی هم پشت درگیر که بودم کامران جایین 5-6 طبقه بسن موزه معاصر میگیم کم آبوش نکرد ولی واقعا اونجا ساخت بعد پارک نیاوران ساخت بعد موقعی بود که ایران پول نفت پیدا کرده بود بله مشاور ما کی بود آقای کیسینجر بود آقای لاکپلر بود بعد این کارهایی که اون زمان خریده شد بگو چه خودم خریدن این آشغالا چیه دارم میخرم الان موزه معاصر یکیش رو به کلیال هم نمیفروشت یعنی یک دوره بود که همینجور پریزجان میگه متحول شدیم دلیلش این که ما رفته بودیم اولین بار در بازل سوئیس ورودی اونجا رو گرفته بودیم تمام دنیا فکر کردن ما باید مینیاتور کار میکنیم همین دهنشون باز بود حالا همه بچه ها از پیلاران پرویز من سپری ها بود توی نمایشگاه واش آب توی آره واشنگتن آره حضور داشتیم نمایشگاه ایران حضور داشتیم حضور داشتیم کار مارکو کار مهندس همینجور ادامهش بگو پرویز جان بس فقط برای معروف اروپا اگه یادتون باشه اومدن تا همین نمایشگاه بین‌المللی $30,000 فروش رفت بوم تو دنیا تکان خورد داشت تازه شروع شده بود که نقاشی ایران جا بیفته بازارهای جهانی خود به انقلاب در انقلاب مثل همه امور یه وقفه ایجاد شد دیگه معلوم نبود که متولیش کیه چجوری باید همون زمان چیز قرار بودش که توی موزه پومپیدو بله. در پاریس پومپیدو آره. ایران یه غرفه داشت خورد به انقلاب بعد این مرتب بعد از انقلاب در زمان بازرگان هی تلکس می اومد که ما درک می کنیم که اونجا انقلاب شده ولی ما به شدت کنجکاویم بازتاب این
هنر رو در انقلاب و در هنر ایران ببینیم و غرفه ایران رو همچنان نگه داشتن، ولی هیچ کس به هیچ کس نبود و ما اینو از دست دادیم. در صورت من خیلی متشکرم از اساتید. به من بگین امروز چه روزیه و کجا هستید؟ امروز بیستومه آبا ما جمعه از کنم که بسیار روز درخشان عزیزی بود برای من که در خانه ایست که من نزدیک 35 سال اینجا هستم به اسم آسیان نقش مهر. دوستای عزیزی مثل شما و مثل پرویز جان عزیز سالها دیدیم اینجا خلاصه بهانه شد برای دیدار دوستان و عزیزان. قربانتون برم. سلام آقای مهندس مصطفی عزیز. سلام قربان، خیلی خوش آمدید. نه عزیزای با که دیگه قربانتون برم. لطف کردید خلاص همشهری عزیز شما در فیلم بزنید. خیلی متشکر و خیلی ممنون. خوش آرزوی خوشحالی و موفقیت هم که الحمدلله سپاسگزارم. خیلی خوشحالی بانه شد عزیزای من شما رو زیارت کنیم. از جمعی استاد نازنین خوبه عزیزم؟ خیلی خوش آمدید.